روز از افغانستان اینجا به جا گذاشتن، اینا رو همه رو آوردن، مدرن هم هست، مرز ایران و افغانستان مستقر کردن و مرتب هم دارن یه به قول معروف مطلقات جالبی رو به جمهوری اسلامی میگه و اینجا رو تهدید نکنین، ما آماده ایم اگه بخوایی تو شما در حال حرفی دارین جنگ، ما می جنگیم و نیروهامون هم اینجا آماده است آوردن. واقعا فکر میکنین که این جنگ صورت بگیره و واقعیت پیدا بکنه در شرایط کنونی ایران؟ بسیار خطرناکه. در صورتی که استاد شرفشاهی با این شرایطی که من عرض کردم که بخشی عظیمی از قدرت در داخل ایران در دست حزب بعث صدام حسین هست، بشه همین تمام روحانیت محسنی اژه‌ای که قوه قضاییه یه دسته. استاد شرفشاهی یه چیزی که تو یاد اومد بگم، ببینید در راستای موفقیت این برنامه هایی که در خدمتون هستیم، هفته پیش گفتم محسنی اژه‌ای رو حتی خود اینها بایش درگیر شدن، وزارت اطلاعات خطیب با اینا درگیر شده، اومد پریروز اعلام کرد، دیدم شما هم در روزنامه چاپ کرده بودید، گفت قوه قضاییه بایستی حفاظت اطلاعات بسازه برای خودش. یعنی محسنی اژه‌ای نوکر صدام حسین و حزب بعث در ایران که همین تیمسار سیاری رو که دیدین 75%شون جانبازه، 75% از بدن همین تیمساری که شما دیدید که فرمانده نیروی دریایی بوده، افتخارات آفریده و کشفیات نظامی کرده تو این 44 سال خدمتش استاد چرچه. خب این میخواد بیاد محسنی اژه‌ای دید الان نیروهای ایرانی در ایران دارن روز به روز مقتدرتر میشن و آزادتر و عمل هم دارن میکنن، و همچنان که از سبزوار شروع شد که اون بچه ای که کشته شده بود چون دوتا ازبولایی رو زده بود مزاحم دخترها شده بودن، الان دیگه تمام ایران جور شده، وقتی کتک میزنن اینا رو میرن کلانتری، اون ازبولایی رو نگه میدارن، اون بسیجی صدام حسین رو نگه میدارن، دختره ما سرلخت خوشتیب دکلت پوشیدن آزاد میکنن. خب حالا اینا میخوان از اون طرف نیروی امنیت اطلاعاتی بسازه، سرباز بسازه محسن اژه‌ای، اما اینها تو این بعد از که ایران به برکت تیمسار سیاری ها، صمدی ها و دیگر عزیزان پیروز شدن بر صدام حسین، استاد چرفشاهی تو این 40 سال همش تلاش بوده که به ایران حمله کنن، اینها خیلی زور زدن، که از طریق اسرائیل به ایران حمله کنن. اسرائیل ذکاوت خودشون نشون داد، حمله نظامی نکرد. خیلی مایل شدن که درگیری با عربستان سعودی بشه، عربستان سعودی نکرد. آذربایجان این ور اون الان یه چیزی اینا درست کردن با کمک ظریف و روحانی، چون ظریف و روحانی اینا جاسوسای همین بلومبرگ و جورج سروس خود اینو نشون دادن دیگه، اصلا چه جماعه نشون دادن به شما که اینها که اسم ایرانی دارن، شناسنامه ایرانی دارن، ولی اینا نوکرای استعماری هستن. حتی من بارها گفتم در نیمروز و سالا نوشتم تو برنامه تلویزیون که در پارس پخش شده سالا پیش، گفتم که حتی اینها استاد شرفشاهی عزیز همین جاسوسای جهانخواران در ایران، اینها میلیون ها دلار از چند سال پیش همون موقعی که خاتمی اومد روی کار و اینها در اختیار اینا گذاشتن، این نیرو رو ساختن، این نیرو اومد ظریف و باند طالبان رو در ایران به قدرت رسوند، یعنی رسما یک گروه تروریستی پابرهنه از جان گذشته، چون اینا از جان گذشتن، اینا هم درست تیپ صدر اسلام هستن. عملیات انتحاری الان اینها حدود 4000 نفر استاد چرمشگی نیروی انتحاری آماده کردن که میفرستن ایران. تمام همونطور که من فرمایشات شما رو گوش کردم فرمودید، نیروها رو دم مرز مستقر کردن برای حمله به ایران، آب رو هیربود رو بستن و آبی که ایران بهش احتیاج داره سیستان بلوچستان، این آب از زمان محمد رضا شاه قرارداد بسته شده بوده، در ازاش برق داده می شده، باید بشه ببین اینا از زمان غنی اینا سد زدن و الان دیگه آب ایران رو بستن برای سیستان بلوچستان که این اومد. اینها معضلات خواهد بود که برای همین که الان چیزای اینها دیگه نمیتونه کار کنه جمهوری اسلامی، هفته دو روز تعطیل میکنه، هفته پیش تعطیل کرد، تعطیلی ها بیشتر میشه، قطع برق بیشتر میشه و حمله این بار توسط فوتوکوپی نظام ولایت فقیه که طالبان هستن قطعی است، مگر اینکه همون تحول به وجود بیاد و نیروهای آریایی ایرانی همونطور که صدام حسین رو شکست دادن علنا بیان توی خیابون، عملا این افراد باید بیان توی خیابون، نیروهای آریایی ایرانی، ارتش شاهنشاهی که الان هست، این ارتش شاهنشاهی همینها باید بیان و این اعراب رو از صفحه روزگار ایران
از بین ببرن. استاد چرخشایی، تیمساب سیاری 22-23 سالشه، جنگ که میره ترکش میخوره به بدنش، رودش و نصف بدنش میره. نامزد شده بوده، همون شب نامزدیش فرداش میره جبهه جنگ، میاد بعد خانمش که هنوز باش ازدواج نکرده دو سال از این آدم پرستاری میکنه تا سال 61. و این انسان شریف پس از این که نصف بدنش از بین رفته 75% معلوله، میاد دوباره میره تو جبهه میجنگه، دوباره میجنگه به بالاترین درجه و نشان میرسه، نیرو میسازه، استاد دانشکده است. این طور آدمای ما رو نمیذارن حرف بزنه. حرف اومده از ارتش گفته پدر سوخته سانسور کردن، افتخاراتی سپاه نداره که افتخاری نداشته که، یه مش بچه جلق تروریست بودن مثل شمخانی، مثل رضایی، مثل همشون اینها اومدن کارا رو ارتش انجام داد تا الان سانسور کردن. و همین دلیل بایستی الان واقعا اگر میخوایم به ایران حمله نشه، ارتش شاهنشاهی ایران که خیلی هم مقتدره، تمام این سید مدیریت بازی رو بذاره کنار، بیاد ترتیب نار بده. دیدی دوست تا چرف شایی، من فکر میکنم مردم فهمیدن، میخواستم نگم خدای نکرده برش مسئله نشه تیم زار. دیدید چجور حاجی و سید رو مسخره کرد؟ دیدید چجور حاجی و سید رو مسخره کرد؟ گفت این حاتمی کیای چلقوس که نوکر صدام حسین، سینماگرایی هستن که اینا سینماگری فیلم جنگی میساختن به نفع صدام حسین، اومد گفت یه سید و حاجی با یک تیروار گرفته یک لشکر نابود کرده. خب تا این حد ارتش شاهنشاهی ما شجاعت و گستاخی داره و خطر رو اینها میتونن برطرف کنن. استاد شرفشایی، بله، ما داشتیم فیلم سپیدپوشی شعبانوی عزیزم، چون شما خیلی حساس شدید به این شعر سپیدپوشی که در آرامگاه محمد رضا شاه عزیز هفته پیش سپید پوشیده مثل یه فرشته. حالا فیلم فقط چون وقت نداریم، فقط فیلم دو ثانیه کارگردان برنامه نشون بده، من میخوام آقای شرفی خودش خوشحال بشه اصلا. ببینید این فرشته برای پهلوی استاد شرفی سپید پوش در سوی که شوهرش الان دادیدش میشه ببینیم یا خدا بود. آه ببینیم استاد چرخشایی، اینم برای خود شما بود و ملت سربلند ایران آریایی، چون امیر سیاری سفید پوشه، شما هم که روزنامه تبلیغ میکنیم مدتی به سفید پوشی، اینم کادو برای شما بود. بله، در حال از شما سپاسگزارم، چند تا ویدیوی بسیار جالب بود که به نظر بینندگان این برنامه رسوندین. تا هفته آینده بقیه مطالبی که داریم در دوباره مطرح بکنیم و مخصوصا متوجه این افغانستان هستم که مواد اونجا یه دردسر تازه‌ای برای مردم ما ایجاد بشه. بینندگان عزیز، سپاسگزارم آقای سیاوش عبستای عزیز. شما قانون رعایت، شما دهنتو ببن، حالا برو. شکوفه پر جوان پر پر، شکوفه پر جوان پر پر، مگر این در کدام خدای ولی را این دخته از
کنم. لعنت. آیده هستم، پیک اولمه. نزده بست که بکنم سبان من که سام بدارم منم زهره هستم بگه سبان سبان آقا ماشینت کو؟ بگو بیاد بگو بیاد ماشینت کو؟ فردا میشه خاله من گفتم الان بیا الان بچه‌ها اینجا میگفت سردار گوه میخوره آقا ماشینت کو؟ بگو بیاد بگو بیاد ماشینت کو؟ فردا میشه خاله من گفتم الان بیا الان بچه‌ها اینجا میگفت سردار کردی همه اینها داره مسترد من چه رگ گردنم پای عقایدم باعث من اینو یادت باشه من یه زنم چه عقدم وای نیستم باشه باشه. از چله نوکم امام حسین اینجوری رد شدی حرمت شکنی که از ام امام حسین کیه 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 لطفاً برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم.